بسم الله الرحمن الرحیم. متنانی عزیز، من پوهنمال دکتر نوشیروان صافی هستم و در این بخش در مورد فواید خستجات همراهتان صحبت میکنم. چون تأثیر عام می است، اکثر اشخاص به فکر میکنند که خستجات مثل چهارمغز، پسته و بادام دارای چربی یا دارای شحم است و این ممکن چربی خون را بلند بره و خطر امراض قلبی را بیشتر کنه، اما حقیقت برعکس یا سرچپی از این است. حقیقتی است که مریضانی که امراض قلبی داره، مریضانی که شکر داره، مریضانی که چربی خونشان بلند است و مریضانی که فشار بلند خون داره، به این اشخاص خستجات بیشتر توصیه میشه، به خاطر که خستجات به اشخاص فواید بیشتری داره. پس بنابراین اشخاصی که امراضی را که ذکر کردیم دارند، باید از همچو خستجات بیشتر استفاده کنه. پایدش پس آن ذکر میکنیم که این مواد غذایی چی فواید داره. وقتی که ما خستجات بحث میکنیم، بیشتر خستجاتی که در ذهن میایه و فوایدشان برای امراض قلبی و فشار بلند و مریضان شکر مفید ثابت شده، این خستجات عبارت از بادام هست، چارمغز، پسته، مونپلی و کاجوی هندی. ای از جمله خستجاتی است که فوایدش برای مریضان فاق الذکر بیشتر می باشه. این خستجات کدام مواد مفید داره که به همچو اشخاص فایده می رسانه؟ مواد مفیدی که در خستجات وجود داره، اول عبارت از شحم غیر مشبوع است. این باید بفهمیم که شحمیاتی که ما شما به شکل جامد از بازار میگیریم یا شحمی که از حیوانات به دست میاد، تمام از این شحم جامد و شحم مشبوع است و این شحم مشبوع خطر امراض قلبی را بیشتر میکنه. برعکس، شحمی که در خستجات است، این شحم غیر مشبوع است و این خطر امراض قلبی را کاهش میده. دوم، خستجات دارای فایبر است که فایدهش پسان میگویم. همچنان خستجات دارای مواد آنتی اکسیدانت است، مانند ویتامین ای. فایده از این را میگوییم. همچنان خستجات مخصوصا چارمغز دارای مقدار بیشتری اومیگا 3 فتی اسید است که برای جلوگیری از حمله قلبی و فلج دماغی و استروک فواید فوق العاده زیاد داره. و این مواد مفیده در خستجات وجود داره. حالا میخوانیم که این مواد مفیده چی فایده برای مریضان قلبی، مریضان شکر و مریضان که چربی بلند خون و فشار بلند خون دارد. اول، خستجات به صورت عموم باعث کاهش کلسترول به شکل مجموعی میشه. این اشخاصی که کلسترول بلند داره، توصیه خستجات میتونه که کلسترول مجموعی را کاهش بده. در پالی از او، خستجات میتونه که سوی کلسترول بد یا سوی کلسترول خراب را، به اصطلاح طبی برش LDL کلسترول میگه، خطر اینه و کلسترول مقداری کلسترول در خون کم میکنه. اشخاصی که کلسترول بد یا LDL شان بلند باشه، این می کلسترول بلند در رگهای قلب و رگهای دماغ رسوب میکنه یا جابجا میشه و منجر به تنگ شدن رگهای قلب میشه. پس در نتیجه وقتی که کلسترول LDL کاهش پیدا کرد، این منجر به کاهش خطر حملات قلبی و استروک یا فلج مغزی یا سکته مغزی میشه. فایده دیگه خستجاتی است که خستجات باعث کاهش التهاب در رگهای قلب میشه. یکی از حالاتی که رگهای قلب یا جریانهای قلب را متورم میکنه و جریان خون به عضله قلب کم میکنه، عبارت از التهاب مترافق به رسوب کلسترول در جدار رگهای قلب است. خستجات از طریق کاهش التهاب در جدار رگهای قلب هم میتونه که خطر حملات قلبی و امراض قلبی را کاهش بده. در این وقت خستجات باعث کاهش جذب کلسترول در امعا میشه. پیشتر ما شما ذکر کردیم که خستجات دارای فایبر است. این فایبر که در خستجات است، این باعث کاهش جذب کلسترول در امعا میشه و به ترتیب مقدار مجموعی کلسترول را در بدن کاهش میده. همچنان خستجات دارای پروتین های نباتی است و مواد قندی یا مواد شیرین در خستجات کم است. به تناسب برنج، کچالو و نان سفید، خستجات دارای مواد قندی یا مواد شیرینی کمتری است. به ترتیب
خطر مرض دیابت و افزایش وزن را کم میکنه. بنابراین اگر نتیجه گیری کنیم میگویم که به صورت عموم تمام اشخاص سالم میتونه که از خستجات به مقدار بیشتر استفاده کنه، مخصوصا اشخاصی که امراض قلبی، شکر، فشار بلند خون و چربی بلند خون داره. توسعه بیشتر خستجات نزد این اشخاص باعث بهبود مرضی انسان میشه. به ترتیب به اشخاص توسعه میشه که از این خستجاتی که در اینجا ذکر کردیم به مقدار بیشتر استفاده کنند.